با عرض سلام و وقت شما بخیر آرزو دارم که جور و صحتمند باشین. شما بیننده برنامه خودتان در امتداد روز از تلویزیون جهانی آینه هستین و آرزو دارم که روز تاییدم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و همچنان روز پنجشنبه شما ایزانم بخیر باشه. در آخرین روز هفته قرار داریم. آرزو دارم که یک هفته براتان به خوبی و خوشی گذشته باشد و فردا هم جمعه است، یک جمعه خوش و یک رخصتی خوش کنار همه عزیزان و فامیلانتان براتان خواهان هستیم. امروز هم تا رس ساعت 3 ما را همراهی کنید. امتداد روز آغاز شد و با موضوعات مختلف در برنامه در خدمت شما ایزان قرار داریم که در بخش اول برنامه یک جوان فعال را در برنامه داریم. محمد جواد نگزاد در برنامه تشریف آوردن و روی موضوع ویژگی های موفقیت با ایشان صحبت های می داشته باشیم که جواد جان در برنامه با ما هستند. سلام بر شما، وقتتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه خدا سلام خدمت شما تلویزیون بینندگان تلویزیون زیبای آینه. امیدوار هستم روز خوب و خوش تا اینجا کار داشته باشن. بسیار یک موضوع خوب را انتخاب کردین که ویژگی افراد موفقیت چی است، افراد را که ما در جامعه میبینیم کنایی که موفق هستن چگونه اونا موفق شدن و چی مشکلات را سپری کردن و چه ویژگی هایی که افراد موفق داره اونا هم سپری کردن. در اولین استپ یا قدم ما باید به شما بگویم یک افراد یک فرد موفق همیشه هدف مشخص از نهی خود می داشته باشه. به این معنی که وقت یک شخص به آینده خود نگرش های گوناگون داشته می داشته باشه، یعنی فکر میکنه که چند راهی وجود داره که او باید موفق شوه، اما دانشمندان علوم انسانی به این نظر هستند که یک فرد موفق باید همیشه یک هدف مشخص داشته باشه و هدف خود را تعیین کنه. یک و در قسمت هدف هم باید بگیم که هدف باید اچیویبل باشه، یعنی قابل به دست آوردنی باشه. بعضی افراد هستند اونا که یعنی در اول توانایی خود را ارزیابی نمیکنن و فکر میکنن که باید موفق شون و هدف خود را میگن. باید هدف خود را اول خود را ارزیابی کنن و باید هدف خود را مشخص کنن. و در قدم دوم افراد موفق همیشه پشتکار دارن. پشتکار بسیار یک واژه خوب بر هم انسان ها است. در هر کار تا شما سختی ها را پشت سر سپری نکنین هیچ وقت نمیتونین موفق باشین. باید همیشه سختی ها را سپری کنین. با مشکلات در کارهای انسان میایه، باید انسان استقامت داشته باشه و اگر شما استقامت داشته باشین طبعا شما برنده میشین و پشت کار بسیار ضرور میباشه. مثلا من به شما یک مثال میتونم یک ورزشکار شما در نظر بگیرین که برای موفق شدن شب و روز تلاش میکنه، شب و روز قضی میکنه تا اینکه موفق شوه و به توانمندی های خود باور داره و می که ما موفق میشیم و پشتکار همیشه با وست زحمت میکشه. و در قدم سوم افراد موفق همیشه در کار خود صادق هستن. اونا همیشه صداقت را اولویت میتن نسبت به هر چیزه. در هر کار کوشش میکنن دروغ، جعل و چیزایی که قابل ستودنی نیست اونا را از بین ببرن و همیشه در کار خود صادق باشن. یعنی به کار که دارن به اونا عشق میوردن و کوشش میکنن که کار خود با صداقت انجام بدن. ما در افراد در جامعه افراد مختلف را داریم که اونا هستن کار برشن شما مسپارین، اما به اونا همو یک علاقه و همو یک شور و شوق که دارون دارن انجام نمیتن. کی یگانه دلیل می باشه که افراد را به شکست مواجه می سازه، چون که کار به شما کس می سپاره با شما به علاقمندی خاص رو انجام بدین و این یک ویژگی خاص در مورد افراد موفق می باشه. و در قدم چهارم افراد موفق همیشه وقت شناس هستن، یعنی پنچوال هستن. شما می بینین افراد زیاد هستن در جامعه کنا به وقتی درزش نمی تن، خصوصا در جامعه ما افغانستان خصوصا جوان ها اینا افراد هستن که همیشه به وقت ارزش زیاد قائل نمیشن و فکر میکنم که ما باید در هر کار به بی‌پروایی پیش بریم که طبعا آدم به شکست مواجه میشه. باید وقت شناس به این معنا که ما وقت وقت شناس هستیم در هر کار خود وقت رو بشناسیم. یکی شناختن وقت است و یکی هم این که شما از وقت چگونه استفاده میکنین. آن تایم بودن افراد موفق همیشه در هر کار خود متوجه ساعت هستن، همیشه با ساعت خود نگاه میکنن که ساعت چند بجه بوده، ما با چی کار انجام بدم. و دیگه پیشتر گفتم وقت رو باید بشناسین، وقت رو کجا استفاده کنیم. مهمی است که وقت ما در کار ظاهر میشیم و کار رو میکنیم میخوایم که انجام بدیم، ببینیم کمو کار ارزش زیر داره که ما وقت خود رو ضایع کنیم یا نه. و این فکر میکنم از همه ویژگی‌های
افراد موفق شناختن یا دانستن وقت بسیار مهم می آها باشد. دقیقاً. آقا نگذار یک مسئله را میشه ما یادآور شدیم که هر فرد حالا یک استعداد و یک توانایی را دارد. چرا تا به حال اینمی افراد کلا به گونه فکر میکنن که به هیچ کار موفقیت به دست آورده نمیتونن و انسان موفق در زندگیشون نیستن؟ هر انسان دارای خلاقیت است، استعداد است و اگر استعداد خود را به کار ببرد بدون شک میتونه موفق باشه. حالا چی کارا باعث شده، کدام عوامل باعث شده که اینا نمیخواین که بر موفقیت خودشان تلاش کنند؟ بسیار سوال خوب. خب توانایی به نظر من به دو بحث تقسیم میشه. یک توانایی است که فطرتاً در انسان وجود داره و یک یعنی از قبل در او خداوند جل جلاله بر ما داده و توانایی رو ما داریم و در یک بخش خاص استعداد خاص داریم. و یکم استعداد و توانایی است که کسبی میباشه و انسان رو با سر تلاش و زحمت میتونه به دست بیاره. و قسمی شما گفتین افرادی که موفق نمیشن اونا ترس از شکست دارن. بسیار در جامعه ما بسیار واضح است. وقت ما خصوصا جوانا را میبینین در کار که اگر یک بار اونا شکست بخورن و یک بار در اون کار با کارشان و زحمتشان به ناکامی مواجه بشن، دیگر هیچ وقت جرات نمیکنن که یک کار دیگر انجام بدن. و این طبعا ما شما میبینیم و این دلیل چیست که انسان با شکست مواجه میشه. دانشمندان زیاد میگن که هر شکست گام پیروزی است. انسان باید توانایی داشته باشه و امو قدرت خود بار بار امتحان کنه. با یک بار که میبینیم جتر جوانان رو میبینیم این به نظر من خوب نیست. چندین بار باید امتحان شود و توانایی های خود به نمایش بگذارن. و هیچ وقت یک چیز دیگر که ما باید بگم در این بخشی است که بعضی افراد هستند که توانایی خودی دارن، همیشه در هر بخش استعداد دارن، اما مهم است که استعداد خود تبارز بدن. ببینید داشتن استعداد یک بخش، توانایی که اونا دارن در یک موضوع میتونیم بگیم، اما تبارز دادن و نمایش دادن به دیگران یک چیزی میباشه که 100% مهم است. اما توانایی که شما دارین باید به دیگران نشان بدین، این تبارز دادن از او نشان دادن از او هم یک بخش از موفقیت میباشه که افراد باید متوجه باشن. در همه موارد یک مسئله خیلی مهم میباشد که هر فرد یا هر انسان نمیتونه به تنهایی خودش به یک جای برسد. پس کیها دخیل هستند در به دست آوردن موفقیت ها در زندگی یک انسان؟ بدون شک اعضای خانواده، دوستان، اقارب ما شما و کسانی که ما در جامعه میبینیم و اونا در زندگی ما 100% رول دارن. اما تو که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد میگه که انسان بدین دوستش است. به این معنا که دوستان، اقارب، خانواده اینا همه کسان هستند که ما در موفقیت ما و در کسب نبودن یک موفقیت بر ما 100% رول دارن. خصوصا دوستان، وقت ما همراه دوستان هستیم در چهار اطراف خود باید دوستان رو انتخاب کنیم که اونا خوب هستن یا خوب هستن و ما همیشه در کارهای خوب تشویق میکنن. چون که همیشه یک انسان، یک فرد همیشه دیدگاه دوستانش رو با خود میداشته باشه، من فکر میکنه که دوستان ما به کدام راه هستن و ما باید اون راه خود تشویق کنم و باید در اون کار ما باشم. و 100% دوستان زیاد رول داره و انتخاب یک دوست و وقتی شما یک دوست رو انتخاب میکنین ویژگی هایی را از دوستان باید انتظار داشته باشین که اون ویژگی ها تچ میکنه و یا هم مشابهت با ویژگی خودتان داره. وقت اما اون ویژگی هایی را که شما میتونین در خود ببینین و اون ویژگی ها شما رو میتونه با موفقیت مواجه بسازه، از یک دوستتان هم تقاضا داشته باشین و کوشش کنین در هر کار باید از دوستان مشوره گرفت. بعض افراد هستن وقتی به خود فکر میکنم وقتی ما از کس مشوره بگیریم اونا مشوره یعنی ما پیشون کم میاییم که 100% بر ما یک سوژه منفی را میده. وقت ما از یک کس مشوره میگیریم بدون شک دوستای ما هستن، بودن همه دوستا که گفتن که مثلا ندانستن عیب است اما پرسیدن عیب نیست. همیشه انسان در تجسس است، انسان کوشش میکنه اکثر رو به دست بیاره و یکی از کس شما مشوره میگیرین طبعا بالای کار شما تاثیر داره. و یکی گرفتن مشوره است و یکی که مشوره شما چقدر قبول میکنین. یک مشوره که شما از یک کس میگیرین باید اگر مشوره به نظر شما خوب است او رو باید در زندگیتون پیاده کنین تا به موفقیت شما رو سبق بده. آها. و شما در پاسخهایتان هم پیشتر رو یادآور شدین که مثلا مدیریت زمان و ارزش‌گذاری بر زمان چقدر مهم است. حالا زمان فکر میکنین در کدام کتگوری برای موفقیت قرار دارد؟ بدون شک وقت ما از زمان میگیم یک تایم تیبل مشخص برای کارهای روزمره خود، از همان ابتدای صبح که ما میخیزیم و تا مو ناخت های شب یا هر زمانی که در شب ما میخوابیم، از اون زمان صبح باید ما یک تایم تیبل یا یک
یک زمانمندی مشخص داشته باشیم که این زمان میتونه ما رو کمک کنه. بر هر کار خود باید یک تقسیم اوقات بسیار خوب زمانی داشته باشیم و متوجه زمان باشیم و هر کار قسمت اول قسمت آخرش رو فکر کنیم. وقتی در یک کار خوب هستیم ما میخواییم گیره انجام بتیم، زمان ما شناخت زمان و ای که ما باید زمان رو در نظر بگیریم این بسیار مهم است. متاسفانه امروز زیادتر از جوانای ما در سوشال میدیا هستند. من نمیگم یک تصریحی شده که هیچ وقت، من نمیگم که سوشال میدیا استفاده نکنن، از فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام همیشه از جنبه های مثبت از استفاده کنن. هیچ وقت یک کس گفته نمیتونه که آزادی بیان امروز هر کس استفاده میکنه و هر کس کوشش میکنه که در جامعه یعنی خود تبارز بده و نشان بده و از هر چیز استفاده کنه، اما در هر بخش و در هر کار ما پوینت های مثبت منفی داریم که باید یک شخص وقتی از هر چیز استفاده میکنه کوشش برازی باشه که جنبه های مثبتش در نظر بگیره و استفاده کنه. و قسمی که شما گفتین، ما فکر میکنم به نظر شخصی خودم در هر کار ما باید اول زمان رو بشناسیم که در چه ساعت ما در کدام کار انجام میدیم و زمان بندی در امورات شرط اولی است. آها. و به نظر شما الگو داشتن در همه امورات زندگی به خصوص به خاطر موفقیت ها و اهدافی که در زندگی حالا تعیین شده چقدر میتونین موثر واقع شوه؟ خب فطرتا انسان ها همیشه در یک کار در یک موضوع کوشش میکنن که الگو یا نمونه پیدا بکنن. قسمی که یک مثلا یک جوان ورزشکار همیشه یک ورزشکار میتونه الگوش باشه، یک جوانی که مثلا در بخش های فرهنگی هستن یا هم یک هنرمند موسیقی هستن، خود یک الگو دارن. به نظر من الگو خوب است، اما ای که انسان از خود یک تغییرات را در خود وارد کنه این بسیار خوب است. بدون شک الگو هم خوب است، انسان باید یک الگوی مشخص بر خود داشته باشه و در او هر کار که میخواه انجام بده الگو تعیین کنه، اما هدفش متکی کردن جات به الگو نباشه که مثلا احمد چنین حرکات و جست حرکات داره ما باید 100% من رقم خود عیار بسازم. اما خوب بودنش به نظر ما خوب است. 100% باید انسان از دیگران یاد میگیره، الگو قرار بده بعضی کسای دیگره، اما قسم متکی نباشه که باید ما کپی پیست بکنم، یعنی هر چی که اونا دارن ما باید باشم، که به نظر من قدرم خوب نیست. و بدون شک الگو قرار دادن در هر کار تا اندازه در موفقیت رول داره. شما هم یکی از جوانای فعال هستین، کالا فکر میکنم مؤثر هستین و با جمع از جوانان سر و کار داری. فکر میکنین جوانایی که فعلا در افغانستان و در اجتماع افغانستان فعالیت دارند و کار میکنن، به نظر شما چقدر به ای امیدوار هستن که میتونن در زندگیشان موفق باشن و برای موفقیت خودشان دارن تلاش میکنن؟ بسیار خوب. خب در جامعه که ما هستیم عوامل گوناگون سر راه یک جوان وجود داره، چی دخترها هستن و چی پسرها هستن با مشکلات در جامعه ما روبرو هستن، از مشکلات سیاسی گرفته تا مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، یعنی در هر بخش ما بدبختانه مشکلات را داریم. اما خب اینا جوان هستن که در یک کشور تغییرات رو وارد میکنن. شما میفهمین جوانان ستون فقرات یک کشور رو تشکیل میتن و ای یک جوان امید برای بقیه افراد در جامعه هستن و فوکس تمرکز یک دولت همیشه بالای جوانان بوده. بدون شک در افغانستان مشکلات صدرای جوان ها است و باز هم پیام من برای همون جوان هایی است که اگر شما میخواین که موفق شوین تلاش بکنین. خب درسته که جامعه ما مشکلات زیاد داره، یعنی ما مقایسه نمیتونیم یک جوان افغان با یک جوان اروپایی و یک جوانی که در آمریکا زندگی میکنه، مشکلات زیاد وجود داره، اما باز هم به خاطر موفقیت ما باید تلاش بیشتر کنیم. و به نظر شخصی خودم علم دانش یگانه راهی است که ما را میتونه موفق بسازه و در هر بخش ما میتونیم توانی حاصل کنیم و در یک آینده خوب، یک آینده که مثبت باشه برای دیگر افراد، برای خود ما باید بسازیم. آها. چند قبل خیلی یک خبر متاثر کننده را همین ما خبر شدیم که افغانستان یکی از ناامیدترین کشورهای جهان شناخته شد و فکر کنم که 58% مردم افغانستان ناامید به زندگیشان هستند. حالا شما گفتین که ستون فقرات یک کشور بخصوص افغانستان جوانش تعدادش فکر کنم نام خدا بیشتر است، اما فکر کنید با این آماری که تعیین شده برای آینده افغانستان چگونه خواهد بود؟
بسیار خوب. این خبر ما شاید یک دو سه سال باشه که ما میشنویم که افغانستان افرادش ناخوشترین آدم ها هستن، اونا کسایی هستن که خوش نیستن در زندگی. ببینین چی اول خود ما باید یک بینش داشته باشیم که چی عامل روی خوش بودن اگر یک فرد و یک اجتماع تاثیرات داره. قسم بیشتر گفتم مسائل سیاسی است، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، اینا هم موارد هستند که بالای روح افراد در جامعه تاثیر مستقیم داره. وقتی ما میخوایم که خوش باشیم باید یک زندگی خوب باشه، وقتی ما میخوایم خوش باشیم یک وضعیت امنیتی خوب باشه، یک صلح و رفاه باشه. و ما فکر میکنم در افغانستان مشکلات شخصی کرده مشکلات اجتماعی بیشتر است، و این دلیلش است که ما نمیتونیم خوش باشیم. و یامار را که همیشه جهانیان بر ما میگن که افغانستان افرادش ناخوشترین آدم ها هستند، و این هم یک قدم یک استپ است که بر روح ما زده میشه. و ما باید خب باز هم بر همو میپمیدیم که ما باید مبارزه بکنیم. بدون شک افراد های در جامعه، همه ملت ها، همه اجتماع ها در یک در ادوار تاریخ مشکلات زیاد را سپری میکنن، اونا با مشکلات روبرو میشون. همیشه ما دیدیم که بعد از هر تاریکی یک روشنی است. زحمت بکشیم، تلاش بکنیم، انشاءالله همیشه موفق میشن. و در این شک نیست که این روز گذشتنی است، و همیشه ما در بیرون با تعداد جوانایی هستیم، اونا همراه ما صحبت میکنن، و ما همیشه این جمله ما است که روز گذشتنی است، فقط تلاش ما میتونه یک تغییرات مثبت را بیاره. آها دقیقا. و شما پیشتر هم یادآور شدین که فامیل ها نقش عمده در چنین موضوعات دارن. حالا افرادی که در یک فامیل که حالا در اجتماع افغانستان زندگی میکنند و در جامعه افغانستان زندگی میکنند، جامعه افغانستان سراسر همیش مشکلات است، از مشکلات امنیتی گرفته تا اقتصادی تا همه موارد را در بر میگیرد، پس خانواده ها از امو اوان طفولیت چقدر باید متوجه چنین مسائل باشه؟ بسیار خوب. این واضح هست که در موفقیت افراد و در اینکه افراد چگونه به جامعه بار می آیند، از اون آوان کودکی و تا که جوان میشن و در جامعه نقش می داشته باشن، فامیل یا اعضای خانواده بسیار زیاد رول داره. و یکانه چیزی که برای یک شخص از مامان کودکی مهم است، تشویق خانوادیش است. خانواده متشکل از پدر، مادر، برادر، خواهر، اینا کسایی هستند که همیشه در زندگی انسان رول داره. و اگر یک فرد، یک جوان بتونه از یک حمایت کننده بسیار مستقیم و خوب از طرف پدر، مادر و اعضای خانواده داشته باشه، ما فکر میکنم که این به موفقیت از بسیار کمک میکنه. اما برعکس در جامعه ما کسایی رو میبینیم که خانواده هایی هستن که به جایی که در یک کار خوب، در یک کار فرزندانشان تشویق کنن، برعکس اونا با امورات روبرو هستن. و از مسائل اقتصادی صحبت کردیم، فکر کنیم خیلی از نوجوانای ما و حتی کودکای ما مصروف کار در بیرون هستن، فکر کنیم با این همه شرایط چگونه میتونن اینا به موفقیت برسن در زندگیشون؟ این خب واضح هست که ما خصوصا در بخش کودکان ما مشکلات را داریم، و ای ما فکر میکنم که دولت افغانستان در اینجا مسئول شما درجه شماره یک هست که باید در این بخش کار بکنن، در این بخش ای ببینن که همین که شما میگین که اونو از آوان طفولیت بر از اونا موفق شدن بسیار مشکل است. این واضح هست که در چنین شرایط، در چنین اجتماعی که ما زندگی میکنیم، از ما آوان طفولیت به ما مشکلات هست و ما باید او را در نظر بگیریم. و ما فکر میکنم که برای این مشکلات باز هم خانواده تا اندازه به خود مشکلات را بگیره و به خود مشکلات را متقبل شود، تا که یک فرزندشان و که یک عمو از خانوادهشان به موفقیت برسه باید تلاش بیشتر بکنن. آها. و یک موضوع دیگه که ما فکر میکنم در همه موارد خیلی مهم است برای هر فرد، از اعتماد به نفس هم میشه شما صحبت داشته باشین که خود اعتماد به نفس چقدر کمک میکنه یک فرد که به اهداف خود باید برسه. در قسمت اول برنامه شما گفتیم که خود باوری یا داشتن باور به خود همین اعتماد به نفس است. افراد موفق همیشه اعتماد به نفس بسیار بر خود می داشته باشن. اما گپ پیشتر ما که وقتی یک کس میخواد که اما فقط خود به دیگران تبارز بده، باید اعتماد به نفس خود باوری داشته باشه. در هر ما افراد رو میبینیم در هر کار اینا فکر میکنن که با شکست مواجه میشن، و یک برشان یک پیام داده که در این کارش اگر شما مراجعه بکنین و در این کارش اگر شما به اصطلاح هم دست بیاندازین در شما ناموفق میشین، یعنی که به شکست مواجه میشین، همین خودش اعتماد به نفس از بین میبره. در هر کاری که همین جمله رو باید انسان بگه که من میتونم، من توانایی دارم و من میتونم از این کار
بسیار به صورت خوب فارغ شوم، یا میتونم که یک کار انجام بدم، همین یک پیام خوب میده و اعتماد به نفس بدون شک. قسم که در اول گفتم که افراد که پشت کار داشته باشه اونا اعتماد به نفس قوی می داشته باشن، تا اینکه اگر شما در خود چیزی نداشته باشین و در توانایی کار نکنین، یعنی پشت کار کم داشته باشین، این اعتماد به نفس شما رو کاهش میده. وقت اعتماد به نفس وقت در یک شخص بسیار قوی می باشه که توانایی داره و پشت کار داره و در هر کار پیشی که انجام بده آمادگی مکمل می داشته اما باشه. به نظر من بعض وقتا افراد موجود دارد که میتونن توانایی یک کار دارن اما به خود باور ندارن و اعتماد به نفس خوبی ندارن، نتونستن که اون کار انجام بدن. دقیقا خوب واضح از وقتی که شما یک کار توانایی دارین، همی جرأت زیر ندارین که اون کار نشان بدین، همی جرأت زیر ندارین که همون کار انجام بدین، بدون شکی به اعتماد به نفس شما برمیخوره. که اعتماد به نفس شرط اول است که باید اعتماد به نفس داشته باشین و در او کار موفق میشین. اما اعتماد به نفس به نظر من ایام ای قسم درست نیست، وقتی کس اعتماد به نفس داره در او کار آمادگی نگیره و تلاش نکنه، خب تلاش ما رو به سوی اعتماد به نفس سوق میده. وقتی ما تلاش بکنیم پشت کار داشته باشیم، همین اعتماد به نفس است که ما میتونیم به بیرون تبرز بدیم. آها، سلامت زنده باشین که امروز در برنامه تشریف آوردین و موضوعات خیلی خوب را اشاره کردین، خصوصا این موضوعات خیلی مهم است برای جوانای امروز ما که در شما زندگی میکنند و برای پیشرفت‌های خودشان باید چنین موارد را مد نظر بگیرن. سلامت باشین که شما در برنامه تشریف آوردین. میشه پیامتون هم داشته باشین؟ تشکر از دعوت شما. پیام بر همه جوانانی است، هیچ وقت شکست را قبول نکنین، هر شکست را به پیروزی بر خود فکر بکنین و تلاش نکنین. تا تلاش نکنین هیچ وقت به موفقیت نمیرسین و شکست را قبول نکنین و توانای خود باور داشته باشین. این پیام به تمام جوان است، ان شاء الله که همیشه موفق باشن. سلامت زنده باشین. تشکر از مهمان خیلی خوب ما که در برنامه تشریف آوردن و موضوعات خیلی عالی را اشاره کردن. ما هم میان برنامه کوتاهی میگیریم، در ادامه برنامه زود برمیگردیم.